ارغوان خیلی خوشحالم که از سوئد اومدی و اینجا تو لس آنجلس با هم هستیم. منم همینطور. از هوای لس آنجلس کیف می‌کنی؟ خیلی. واسه همین اینم پوشیدم. خب یک کمی سرده ولی به یخبندونی شهر شما نیست. نه خیلی خوبه. امسال سال 1397 چه آرزوهایی داری که دوست داری برآورده بشه؟ امسال همه سالا یه آرزو دارم که همه اونایی که نزدیکم باشون به اون چیزی که میخوام بتونم برسن و مهمترین سلامتی هست of course واسه همه، اما اون چیزایی که رویای بزرگشونی که همیشه داشتن به اونا بتونم برسن و خوشبخت باشن. منم آرزو میکنم همینطور بشه. مرسی. عقب من کجا بزرگ شدی؟ من سوئد بزرگ شدم. چند سالگی خانوادتون مهاجرت کردن اونجا؟ من 3 سالم بود از ایران رفتیم شوروی، بعدا رفتیم آلمان، بعدا 5 سالم بود اومدیم سوئد و الان دیگه 30 سال فکر کنم سوئدیم. آقامون یک کتاب داری به اسم زن. این کتاب درباره چیه و چرا اسمش زنه؟ 7 سال پیش توی برنامه خیلی بزرگ بودم و توی این برنامه خیلی شناختم آدم ها منو، شناختن منو. اون وقت من داستانی که به من دختر تو ایران واسه من مینوشتن خیلی مهم بود. این داستانا نمیدونستم که این میخواد یه کتاب یه روزی بشه، اما با 9 تاشون خیلی دوستای خوب شدم و گفتم خودتون بنویسین از چجوری زندگی کردن تو ایران مثل یه زن. و این کتاب بعد از 3.5 سال طول کشید. منم داستان خودم رو نوشتم تا مثلا چرا این کار کردم و زندگی خودم تا الان چجوری بوده. و این کتاب در سوئد چاپ شد و آرزو میکنم به زودی به انگلیسی بتونم ترجمهش کنم. پس این کتاب مجموعه داستانهای 9 دختر ایرانی هستش به اضافه داستان خودت، و تو احساس کردی که این داستان ها اینقدر جالبه که باید کتاب بشه. چه جزئیاتی از داستان این دخترهای ایرانی برای تو اینقدر مهم بود که به اصطلاح اینو چاپ بکنی؟ یکیشون بود که اصلا دوست داشتم خودشون بنویسن، واسه که خودم میدونم وقتی آدم یه چیزی رو مینویسه خودش بیشتر میفهمه چیزهای مختلفو. و یه چیز دیگه دوست داشتم دختر تو سوئد اینو میخونن یه چیزی بیدار بشن که بدونن اون برای دنیا چی داره اتفاق میفته. و جالب این داستانا به هیچ کیشون نگفتم آخرش مثلا خوب است تموم بشه داستانت، اما نشون میدن که میتونن زن هستن و در ایران زندگی میکنن و به هر چی که میخوان میرسن. این خیلی جالب بود واسه من. خود دوست داری به کجا برسی؟ Fly me to the moon. Da da ba ba. Voilà.